این نمیدونم چه اتفاقاتی داره توی مملکت میفته، فقط میدونم که این روش به تباهیه. هممون نابود میشیم. نکنیم، نذارین خشک‌تر با هم بسوزن، نذارین بچهای بیگناه به خاطر شماها، به خاطر اشتباهات شما، فرزندانتون، خانواده‌هاتون بلای سرشون بیاد. خداوند نمیگذره، از بیت المال نمیگذره. کارمش من تو زندگیم پس دادم، من تجربه بهم ثابت کرده، نه به کتاب کار دارم، نه به دین کار دارم، به هیچی کار ندارم. تجربه شخصیم به من میگه که جواب اشتباهات تو این دنیا میگیری. نکنی، نذارین بلای سر خانواده‌هاتون بیاد، بچه‌هاتون بیاد، فرزندانتون بیاد، عزیزانتون بیاد. خدا نمیگذره. تا فرصت دارین جبران کنین، حداقل برگردونید، کمک کنید جامعه برگرده به نقطه اولش، به جای اولش، به اوج برسیم. چرا همش اختلاف به وجود میارین؟ من نمیفهم. واقعا تو مملکتی که اینقدر ادعای مسلمانی داریم، اینقدر ادعای خداوند شناسی داریم، به همه جای دنیا داریم، ما میگیم ما خدا رو بهتر از همه میشناسیم، هیچ کدوم انگار اعتقاد به خداوند ندارن و همشون هم دارن اشتباه میکنن. ایشکی هم نیست که اصلا صداش در بیاد بگه چرا اینجوری داریم ما زندگی میکنیم، چرا ما مجبور بچه‌های ما آینده‌شون چرا باید به این روز بیفته، چرا من باید نگران اینقدر آینده بچه‌ام باشم که پس فردا اصلا ایرانی وجود خواهد داشت؟ ما مردم ایران هم دیگر دوست داریم، ما پشت هم وای میستیم. ما زلزله نشون داد بهمون که ما پشت هم وای میستیم. امیدوارم که زودتر واقعا اینا بفهمن، جبران کنن. فرصت جبران فقط واسهشون. باور کنید روز قیامت هست، باور کنید روز عدالت هست، میاد اون روز، شما جوابگو باید باشین. اون روز نمیتونین طاقت بیارین دیگه. زودتر جبران کنین، زودتر اشتباهاتتون رو جبران کنین. ما دوز نمیخوایم به ما معرفی کنین، جبران کنین، وقت جبران دارین. کسی نمیخواد بیا بگه کی دزدی کرد، کی نکرد، کی دزدی کرد، هم دیگه رو بخوایم بفروشیم، اونو دزدی کرد، اونو دزدی کرد. نه آقا، همشون دارن دزدی میکنن، همم دارن میکنن، همم داریم میبینیم. جبران کنید، وقت جبران بذارید برای خودتون.